شده 15 رو گفته بود 16 رو ما دران بگیم زمان سرویس زمان سرویس نقطه 16 که مال سری قبلی مقدار من تو توضیح دادم هیچ وقت مالک و مشتری با هم مالک و مشتری نباید تنها بزنی خب حتی اگر مالک هم میدونی نیست باز تنهایی نفس نیست سرویس یه سری مثال زدیم فکر میکنم ولی به هر تعبیر زمان سرویس هم خودش یه مسئله است مثلا ممکنه طرف به شما زنگ بزنه ساعت 2 بعد از نصف شب بخواد بری سرویس بده شما اگر امکانش هست نباید این کار رو بکنید ولی اگر که طرف تاکید داره باید خودتون باش بریم روز تحت روز جمعه است باید بریم من یکی از مشاورهای ما ازم بگیر کنم یکی از مشاورهای ما که تازه کار بود یه هفته بود تو کار اومده بود و مشتری زنگ میزنه به مشاور دیگه ای که باش رفته بود تو آپارتمان دیده بود که روبرو هم بود تو ظفر خیابان نور و این طرف خیلی میگهش که دو تا آپارتمان رو هم بده کنه چون یک خواهری داشتش که اون ویلچر بود و اینا میخواستن ازش مراقبت کنن درس بشه روزی بودن دو تا آپارتمان رو هم باشه که خواهرش اینا مواظب باشن رو هم باشه و این تمام ظفر رو میردان رو گشته بود اون چی میخواست پیدا نکرده بالاخره اینه که پیدا کرده بود به قول معروف دیگه خواست تماس بگیر با اون مشاوره قبلی مشاوره قبلی هم تا صحبت شروع بود داره تلفنش خاموش بود خاموش کرده رفته در عزاداری زنگ میزنه به مشاوره ما روز تا صحبت مشاوره ما خب این فایل ایران فایل بوده میگه آره من هست میگه اون فایله میگه آره میگه اون فایل من دیدم جلسه بود ما زور تا صحبت واسه جلسه گشتیم و شنبهش کمیسیونش گرفتیم 135 میلیون تومان یه مشاوره که یه هفته اومده بود تو کار حالا و خیلی همش گره رو میگه آقا شانس کار نیست این در از شانس نیست فقط روی اشتباهات مشاوره دیگه یا مشاوره به اصطلاح حرفه‌ای به اشتباهات مشاوره حرفه‌ای یا مشاوره‌ای که زحمت زیاد کشیدن یا آدم مبتدی میرسه مثل اینه که شما فرض بکنید میایین یه کیسه مشکی 10 میلیون تومان 5 میلیون تومان پول که مثلا با زحمت درست آوردی توی کیسه مشکی می‌ذاری بغل دستتون می‌ذاری تو مترو خستم هستی خوابتون می‌بره بعد بلند میشین یادتون میره کیسه رو خودتون بری از مترو پیاده میشین مترو هم میره یا آقای دیگه که وضع مالی خوبی نداره میاد بغل شما و همون جای شما میشونه یه کیسه است دست میاره کیسه در کیسه بمونه پول نه آدرسی توش هست نه هیچی 5 میلیون تومان پوله خوشحالی میکنه میره خونه میگه مامان 5 میلیون خدا به من داد شانس آوردم این شانس یا خدا بهش داد نیست این در سری قبل به تو گفتم اصل بقای انرژی یعنی شما اون چیزی که حقتون بود و دادیم به کسی دیگه چرا؟ چون تو اون لحظه بودی من خوابم میزنم روی ایرپلی خاموش میکنم گوشو یا میزنم رو سایلنت اون زنگشو میزنه میگه بعدا به زنگ میزنه رو سایلنت میزنه همین الان میخواد بکنه میترسه که قیمت دلار بالا پای بشه میترسه قیمت رو عوض بشه میگه همین الان شب هر جور شده بیا برای شما مهم نیست برای اون خیلی مهمه وقتی میخواد 13 میلیارد تومان پول بده به گوش شما میگه آقا پول که ارزش نداره ولی همین 13 میلیارد رو شما 1 میلیون شما پیدا کنی سخته 13 میلیارد تومان پول رو طرف میترسه تا صبح تغییرات ایجاد شد بهش بگن 17 میلیارد دیگه نداره که بده میترسم ارث باباش بره رو هوا دو شب سه شب زنگ میزنه روز تعطیل روز شما گوشیت خاموشه اونم دیگه علاجی به همه مشاورای دیگه زنگ میزنه میگه آقا شما داری آقا شما میتونی پیدا کنی اصلا اونایی که حالا آژانس دارن مثل شما حتما مورده بوده که مشتری زنگ زده گفته فلان مورده میخوام میتونید نشده اینا شانس نیست رو خطای مشاورای دیگه است مشاوره که گوشیش خاموشه، مشاوره که گوشیش سایلنته بعد زنگ میزنه میگه آقا ببخشید این کارم انجام شد دیگه نمیگه کدوم فایل بود فلان بود پس برنامه شما کارو به لحظات ما یه آقایی که تو صنف آهنفروشی هست و اول من اسم نمیبرم در من تعریف میکرد بودش که من روز جمعه میومدم روز جمعه
می اومدم سر کار، روز جمعه می اومدم سر کار و این روز جمعه هیچ کس تو بازار آهنگرا نبود. تو هیچ کس تو بازار آهنگرا نبود تو روز جمعه. بعد فقط من بودم. نور از این برم میاد. روز جمعه، فقط روز جمعه من بودم. اون ساعت 12:01 بود، ساعت 48 بود. او یه آقای اومد مثلا به من گفتش که آقا شما این لیست آهن رو میدید. اون لیست رو کردم، مثلا لیست آهن به پول امروز مثلا 50 میلیون تومنه. به پول اون روز. یعنی به پول امروز شد مثلا 50 میلیارد. خب من برگشتم بهش گفتم که خب آره ولی شما پول بده. گفت چرا اون 20 میلیون تومن الان بده من صبح برم بگیرم من لیست بعدش میرسم. و یه چک 20 میلیونی رفت گرفت و برد و گفت صبح رفتم بانک ملی شما بازار گفتم یه دقیقه تشتش زنگ بزن معمول کلانتری اومدن سراغ من. آقا رو بگیرم بگم واسه چی؟ بگم من بگم من کاسبم. بگم زنگ بزنید صاحبچه. زنگ بزنید صاحبچه محمود خیابی بود. صاحب ایران بود. باز فروشگاه سر زرتوش رو بسازه. فروشگاه کوروش. گفت با اون چند تا معامله کردم دو تا بنگاه گرفتم یکی تو شیرآباد یکی تو جاده آرامگاه. گفت الان هرچی حساب میکنم تو این 60 سال کل پیشرفت ها معلومه همونه. الان هم کل ثروت هم جمع کنی باز همون دوتاست. یعنی 90 درصد ثروت هم باز همون دوتا بنگاهه. پس اتفاق قبول اتفاق خبر نمیکنه. یک لحظات این اتفاق میفته. دیروز داشت VOA با بیل گیت صحبت میکرد. به بیگیس گفتش که چجوری تو پول داشت دوره سه دفعه گفت سه دفعه باره یه دفعه سر IBM بود در ماه اسیدره بود که من نوشتم واسه شون اونجا من آخرین نفر بودم توی مناقصه شرایطون کل شرایطون رو قبول کردم دفعه دوم نمیدم برنامه ویندوز بود دفعه سوم نمیدم باکس بود بیس باکس بود من تعریف میکردم گفتش که یه روزی ساعت دو بدن از شب رفتم آب بخورم شد گفت من ساعت دوانی میخوابم رفتم بلند شد شب رو یه دوره پخش میکنم بگیرم ببین گفت آقا منم بلند شدم یاد دیدم که تلفنم زنگ دیدم ایمیلم صدا کرد دیدم که ایمیل اومده باز کردم یه نفر از زنجان تهران زنجان یه نفر ایمیل داده من مهندس کامپیوترم فلان فلان یه برنامه دارم برنامه کامپیوتری دارم باز دیدم این مثلا مال 15 سال پیش بعد گفتم که خب سریع جوابشو دادم گفتم برنامه تو برام بفرست بیاد من سریع جوابشو دادم گفت دو ساعت یعنی این فرستاد دو ساعت بعد این ایمیل جواب داد دیگه سرعت من روی کره زمین و فرقونه با من شما فرقونه با من شما بعد میگفت اون گفت شعاره تقریبا من تره اوکی من کجا میتونم ببینم گفت من میرم استانبول تو بیان گفت من پول ندارم گفتم برای زمینه بیا جا خب اینا با من تو تا اونجا بود برسون بعد گفت اومد با اونجا که همایش داشته اومد باش صحبت کردم ترش اوکی دارم گفتم چرا پول حساب کردم من یه میلیارد دلار ترش خرج داره برم گفتم که بیا آمریکا ما کوچه بیام اینجا اتوبوس اومد با سفارت امریکا ویزا همه چی رو میدن من رو همه هایی کنم به سفیر برو اونجا گفت اومد سیلیکون ولی و که اومد سیاتل شیکاگو بعد حساب سیلیکون ولی و پول آله شرکم بود یه میلیارد دلار واسه یه ایرانی که فارسی هم بلد نیست صحبت کنه انگلیسی هم بلد نیست صحبت کنه گفت آره من میخوام خرج کنم تو چه داشت گفت اون شد 20 درصد از ارزش امروز مایکروسافت گفت اگر مایکروسافت 700 میلیارد دلار بود الان شده 1 تریلیون دلار 1000 میلیارد دلار 300 میلیاردش معلومه اون بچه زنجانی هستیم چیزی که برای ما درست کرد اسمش بود ایکس باکس ببینید اون آدم شکار کرد بر گفت در طول زندگی سه بار برای من من ثروتمندترین مرد روی کره زمین فقط سه بار بیشتر نشد دیگه هم تکرار نشد ولی سه بار رو ساعت دو بعد از شب چسبیدم سه بار روز جمعه روز یه شنبه چسبیدم روز تعطیلات چسبیدم حالا ببینید اگر که ما میخواهیم اینجا این خیلی مبحث مهمی ها جواب دادن تلفن و اینا در همه ساعت ها یعنی سرسری نگیرین ها یعنی ببینید من بابام بود ننم بود دارم تشییع جنازه میکنم من یه دوستی داشتم تو تشییع جنازه مادرش رفت سرویس
صاحب یه آژانس شد توی از پاسداران. بگم میدونی کدوم پاسداران؟ اون نمیدونم. دوست ندارم آده شاید دوست نشه شده. سر تشت جنازه مادر زنی خورد، معذرت خواهی کرد، رفته سر ناهار بودن روزی که ناهار بخوره رفت سرویس داد. و جالبه اگه به شما بگم یه مادرم هم مرده بود پدر کار، اون برگشت گفت دعای مادرم بود. مادر من روزی که مرد دعاش اجابت شد. من میدونش بود فرق دو تو دیدگاهه. یکی میگه من برای چی روز ختم مادرم برم سرویس بدم، اون یکی میگه دعای مادرم بود بودش. این چی؟ معمولا آزی نمیگرم. خب اون رفت و بعد هم گفت دعای مادرم. خوشکار ندارد، برو انجام شد. رفت میشستم، اون روز هم من سرماخوردگی خیلی بد داشتم. زنگ زدم گفتم علی بلند شو بیا، اصلا نمیشه. گفت حالا من این دیگه گفتم بلند شو بیا، اصلا نمیشه پرش کرد. بلند شد، رفت اون روز من 150 تومن پرسو میگرد. دوباره بابا شد. ببینیم، من این که دارم میگم حقیقته. میگم آقا بیایید این شب داشت بگیر گیر صحبت بگیر و گوش کنیم صحبتش. ببین اصلا خبر نمیدونم. من یه میلیاردر مشهدی میکنم آقای نجمی. من گفتم تو چی میلیاردر شدی؟ گفت من تو مغازه میشستم از ساعت 9 صبح تا 10 شب. گفت حتی روزه، گفت فقط مونده بود سلام. خانم من برگشت گفت تو که یه بی طلبی هم بذاری که از شویی هم نری همون جو کارت بکنی. و جام تکون نمیخوردم. گفت یه روز کاسبی خیلی خراب بود. تا شب، تا ساعت ده نمونی میشه با 1000 تومن دشت نکرم تو هیچ. ولی من شاگرد رو ببندم، من نمیخوای بری برو، من خودم ده میبندم. گفت دقیقا 9:56 یه مشتری اومد، کل سرنوشت زندگی من عوض کرد. من با درآمد اون کار یه دونه ساختم، 10 بایدی ساختم تو مشهد جنبایی هست. و از اونجا پولدار شدن من شروع شد. کاسبی خرابه نیست، پس برش کن، بریم حالا بگردیم تلفن اپل ولشون خواسته بود. ببینید اصلا معلوم نمیکنه. بعد یه چیزی یادتون باشه در زمینه بازار مسکن، یه چیزی یادتون باشه بازار مسکن فعالیت خودش رو ادامه میده. ما در مورد تحلیل بازار صحبت کردیم. شما یادتون باشه که بازار مسکن یک بازار سرمایه‌ایه. اینوستمنت مارکتینگ بازار سرمایه‌ای. بازار سرمایه یک بازار اتکایی هم هست، یعنی صنایع دیگه بهش متکی هست. وقت بانک و بیمه به اون اتکا دارن. یعنی چی؟ یعنی که شما هیچ میدونید که ارزش منطقه یک نسبت به ارزش کل استان تهران چقدره؟ یعنی شمرون 73% درست میگه 73% کل ارزش استان تهران. برای کرج هم جزش میگوردم، مثلا بودم کل کرج رو تهران رو هم جمع بکنی 65% کل ارزشش میشه منطقه یک. بقیه تهران کارخونه و مارخونه و وزارتخونه و مغازه و دکونه و بازار رو هم میشن 35%. چرا؟ هیچ میدونی چرا؟ کی میتونه به من بگه چرا؟ توضیح داده بودیم دفعه که سرمایه‌دارها میان آپارتمان که سری اول بیجی میکنن از آنها بانکی میکنن. یک بازار سرمایه، یعنی بازار سرمایه گردش مالیش تمام بر اساس منطقه یک رو استفاده. چرا؟ چون مسکونی داره، اونا تجاری داره دارن ارزش نداره. مسکونیه که میتونن از آنها بانکیش کنن، میتونن وام روش بگن، وامه سنگیه و اینها رو تبدیل به بیجی کنن، بیجی ها یا انسی ها کنن یا اسپی انسی کنن، اسپی انسی ها رو باش جنس صادر کنن و بعد پولشویی کنن یا مثلا نمیدونم سرز ترید رو برگردن. تمام این معاملات کشور در بر اساس اون. شما یه ساختمون تو تهران یا شهرستان من نشون بدید، یه ساختمون در طبقه که 700 میلیارد تومان. من تو خیابان لواسانی حداقل 70 تا ساختمون 800 میلیارد تومان تو یه خیابان. تو گلستان شمالی دیگه الا ماشاءالله شاید من بتونم اونجا 200 تا ساختمون 500 میلیارد تومان. هیچ جای تهران، هیچ جای، ببینید الان تبدیل شده بازار جهانی.
یعنی الان دیگه از کویت و امارات و از قطر پم شده اینجا سرمایه‌گذاری میکنن، چون هیچ جای دنیا 187 برابر بازدهی نداشته. فقط ته 20 سال گذشته تنها نقطه در روی کره زمین قبلا هنگ کنگ بود، هنگ کنگ 140% رشد داشته. بعد که به چین پیوست از زمان جیانگ زمین، بعد دیگه شمرون جاشو گرفت، شمرون به 187 برابر قیمتش افزایش پیدا کرد. یعنی هیچ چیز رقابت با شمرون نداره. شمرون اصلا بس سرمایه‌ایه. پس بنابراین وقتی بازار سرمایه رو شناختیم متوجه میشیم که ممکنه تعداد زنگخورهای ما بیاد پایین، تعداد مشتری ما بیاد پایین، ولی اون مشتری اصلی بیاد، اون مشتری که 10 میلیارد بخواد خرید کنه، 5 میلیارد خرید کنه، 2 میلیارد بخواد خرید کنه، 3 میلیارد خرید کنه، تعداد کم میشه وقتی بازار خراب میشه، ولی خرید فروش ادامه داره. چرا؟ چون هر سر بازار خرابتر میشه اون احتیاج به وثیقه های بیشتر میده، اون احتیاج به ضمانتنامه های بانکی بیشتر، احتیاج به اینکه ضمانتنامه هاشون استفاده کنن. تو شهرستان تهران هم نداره، هر جور نسبت خودش. پس بنابراین صد تا مشتری ممکنه بشه اصلا یه دونه، ولی همون یه دونه همونی که سرمایه شما در بازار بعد خراب میکنه. حالا اگه شما در اون وضعیت ایرپلی باشین جواب ندین یا هر دلیلی تلفنتون اسپایلینگ باشه، میپرید به سراغ مشاور. پس این شانس اینجوریه. حالا به قول بیگ تو زندگی آدم سه بار اتفاق میفته نمیشه. پس این یادتون بره. نره. مورد عرضم به حضورتون یه چیز دیگه که ما تو کارمون خیلی اصله و ما جلسه اول هم گفتیم، سرمایه ما بود که سرمایه ما فایلا و املاک بود که ما در اختیار داریم و سرمایه هر مشاوره مالکی که باشه در ارتباطه و ارتباط مستقیم با تنقاطین باشون داره. شما در صورتی میتونیم موفقیت بشه که این سرمایه های خودتون حفظ کنیم. ما اون اصل بقای انرژی یعنی شما حتی انرژی میزدی با یه مالک ارتباط در آورو باید بتونی ارتباط رو تقویت کنیم، سالهای ارتباط ادامه بدیم، حالا در حد سرمایه حتی که معامله نکنی. سرمایه توه گذاشتی کنار قرار نداره همین الان پول نقد باشه. آدمای سرمایه‌دار تو کشور هستن شاید 500 میلیارد دارایی داره، 40 تا پلاک 100 تا پلاک داره، قرار نیست همشو اجاره بده، همه رو بفروشه، همه سود کنه. سرمایه‌اش هست ولی یه روزی یکی پیدا میشه که من اینو میخوام. من در رابطه با بازار این صحبت رو نکردم برای تحلیل بازار، که ما توی بازار یک بازار سرمایه داریم مثل بورس، بورس اوراق بهادار، استوک مارکت. یعنی به چه صورته؟ اینجا شما 100,000 تا فروشنده داریم. اینو گفتم براتون سریعا. بعد این طرف 5,000 تا خریدار داشت. خب؟ و اینجا 4 تا قیمت داشت. قیمت اسمی، قیمت محاسباتی، قیمت آتی، قیمت اونو که با بوسر کردنه دقیقا میده و معاملاتی. خب شما تو منطقه شما اگه یه نفر همینجوری بیاد بگه آقا آپارتمانتی چنده بگی چند؟ اینا اون منطقه خودت بگی مثلا متر چنده بگی حدودی یک یه قرم یه قیمت این قیمتی که شما یه کارشناس دادگستری از شما سوال میکنه حدودا اونجا قیمت چنده بهش میگی؟ دادگستری مثلا میاد پیش شما میگه آقا میتونم از راهنمایی بپرسم اینجا حدودا قیمت رو میگه در توی منطقه شما پایین ترین قیمت چنده؟ پایین ترین قیمت 7 تومن. بالاترین قیمت چنده؟ 14 تومن. در حالی که شما 10 بگی این قیمت اسمیه. حالا تو منطقه شما سازنده داری که کلنگی به قیمت بالا خریده باشه، الان بهش بگی مثلا آقا الان بخوای بسازی مهندس چندش میگه اگه من بخوام بسازم با این متریال با این قیمتی که گرفتم برای من 16 دیدم بیشتر میفته داری هم شده چند به قیمت بده گفته اگه با این کلنگی که خریدم با این متریال گرون الان بخوام بسازم با چند بفروشم میگه 16 تا این قیمت محاسباتی. بعد تو منطقه شما کلنگی متر چند بود؟ کلنگی از 8 تا داره تا 15 تا ما میگیم این زر کلنگ. خب کسی داری که قیمت پرت بده؟ چند میده قیمت
این قیمت آتی الان ازش نمیخوان، شاید گرون بشه 18 ازش بخرن. قیمت معامله آخرین قیمتی که تو منطقه شما معامله شد چند بود؟ آخریش خودت معامله کردی آخریش این قیمت معامله چی؟ دفتی چی شد؟ خیلی ساده است. اگه شما یه مثلا پدر من همین شهیجان داره یه رفت زمین داره 8 تومن بود 6 تومن بود و چما 10 تومن کمتر داده و شبهه دو منه ما 10 تومن آنجا پول میدیم گفت آقا نه الان دیگه 16 کمتر ندیدم الان 16 میخوام بخرم میگه اصلا 20 تومن کمتر ندیدم. هر وقت به بابا صحبت میکنی یه قیمت پرت میده قیمت هم سریع میشه پس بابا من اشتباه نگفته ولی در اون روز قیمتش این نبود قیمت آتی رو داره میگه نه قیمت محاسباتی هم داره میگه ولی شاید پایین ترین قیمتی که شنیدی معامله شده زیر 10 تومن هم دیدی کسی بفروشه همسایه‌ها از همکار کسی که همسایه‌ها زیر بفروشه. ولی قیمت معاملاتی به قول شما 10 ولی 8 تومن هم معامله شده. اصلا قیمت عادی رو می‌خوایم بخریم کار درستیه. مثلا یه قیمت عادی رو می‌گیم. اینو اضافی داری می‌ری می‌خریم می‌گی خودت می‌دونی همه چی استثنا وجود داره ولی یه استثنایی. مثلا این دفعه واسه اون در مورد اون آدمی که ماشین استوار به چوار کباش در مورد کد رو سرش می‌چرخونه گفتم بود همه چی استثنا وجود داشته رو که نه ممکنه یه آدمی هم تو اون کار پیدشه باید میشه میگه از این خونه خوش هم مانه یه رو دارم در خرمی ممکنه ولی این نرمال نیست این بازار مهم نیست در بسید خب ببینین حالا من یه سی به شما بگم تمام این 100,000 نفر فروشنده نیستن چون اون 8 آیتم فروشنده رو ندارن 8 آیتم فروشنده چی بود؟ همواره آماده سرویس، کارشناسی، جلسه، جوابگو، پیگیر، کمیسیون، قیمت، واقف و اگه سازنده باشه از همش بهتر. از توی این 100,000 تا نهایت 5,000 نفرشون فروشنده واقعی نیستن تو اول به بابا من بگی نمیگی نمیفروشم ولی یه قیمت بوده که همون قیمت آتی هم بالاتره طرف اومده به هر دلیلی با شریکش درگیر زد خورد داره شریک فشار باشه ما میخوایم جداشه نمیخواد جداشه فروش میذاره ولی میاد تو جلسه اذیت میکنه میخوای سرویس بده میگه شرط هم نمیگه پوینت مالی داره یا نه آقا یارو پول داره یا نه نمیدونم اون علاف نخوشه نمیخواد بفروشه به اجبار ورثه به اجبار شریکاش به اجبار مشارکت کننده به اجبار مالکی گذاشته ولی اونو نمیخرن بعدش میگه آقا من یه مشتری آوردم شما برو برات پیش اومدم میگه آقا من مشتری آوردم 15 تومن میگه سازنده نمیاد سازنده میگه زیر 18 رو کنیم ساختمونم خراب میشه حالا همون سازنده پول لازم که میشه 14 میفروشه 13 میفروشه چرا چون قصد فروش نداره من جالب شد مشتری هم میگه نگو این قیمت خریدی دقیقاً ببین اصلا نمیگذره چون بذار پس اینا فروشنده واقعی نیستن پس اون وقتی که میان اینجا بروکرها یا واسطه ها اینجا هستن تو بازار بورس اعلام میکنن که 5,000 تا خریدار داریم خریدارا چششون دنبال 8ه اصلا کاری به 10 هم ندارن یا یکی اومده 8 تومن خریده ما 8 همه زوم میکنن رو 8 بعد این اعلام میکنن توی این 100,000 تا یه عده که میگه 18 16 14 10 هر کی یه چیزی میگه ولی این وسط 5,000 تا از اینا که فروشنده هستن این 5,000 تا رو باید پیدا کنن اینا مثلا میگن 10 میان روی رقمی مثلا تو 9.5 میبندن رو 9 میبندن رو 10 میبندن رو 10.5 میبندن رو 10.800 میبندن رو 11 میبندن بازار بسته میشه آخرین قیمتی که بسته شد 11 این میشه آخرین قیمت معاملاتی برای روز بعد در بورس بسته شد این بازار عرضه تا زور میفروشن چون صرافا اکثرا یهودی بودن زمان سابقه میگفتن که آقا یه زرد مثل بسن بودن یه روش کم سیری میفروشه
چون اونا تا زور میفروختن، زور نهار میخوردن، شکمشون سیری شد فقط میخریدن. با شکم سیری میفروختن ولی مثل گرسنه میخریدن. که شب اگر صبح 3 کیلو طلا داره شب هم 3 کیلو طلا بره. اگر صبح 100 هزار دلار داره شب هم باید 100 هزار دلار بره. نه با پول نقد. اونا سیاستش اینه. میگن سرمایه ما دلاره. صبح میفروشیم، عصر دوباره میخریم، جاش میذاریم. این تو اینجا هم همین وضعیته. پس بنابراین حالا اینجا یه کف داریم. کف قیمت 70% قیمت کارشناسی. کارشناسی بانک. این مینیموم قیمته، یادتون باشه. چرا؟ کی میدونه چرا؟ یارو میگه از چی بفروشم؟ خب میذارم بانک، زمانده ها بانکی میذارم بانک، وام میگیرم. باز چی بفروشم؟ ملکم هم دستم اجاره میدم. پس اگه یکی اومد، اگر ما شنیدیم تو بازار یکی اومد با ما دنبال ملک 50% هستیم، این یه وهم و خیاله. چرا؟ حتما اون ملک مشکل داره، حتما سندش مشکل داره، حتما داستان داره، حتما این وضعیت داره که مطمئنن اون کارشناس بانک بیاد میفهمه قبول نمیکنه. پس به اول ملک 50% نداریم. شاید اون تجاری داری داشته باشیم، شاید اون صنعتی داشته باشیم، ولی اون مسکونی نداره. چون مسکونی نیست. اصلا مهارت یه نصف قیمت بده این چی؟ مگه سند نداشته باشه، مشکل شرعی داشته باشه، این مشکلی داره یا نصف قیمت، از نصف قیمت هم نمیده، قیمتش اینه. چون یارو نمیتونه وام بگیره، نمیتونه بیجیش کنه، نمیتونه زمانت هم، نمیتونه اکسی کنه، نمیتونه اس پی ال سی کنه، هیچ. وقتی یه کالایی میشی که وارد بازار سرمایه میشه، 50% در دست میاد. این همون تفاوت بین ملکای تمام مناطق 22 تهران و منطقه 1. ملکای منطقه 1 همه سلام رسول و سلام بیان، اکثرا همه مسکونی هم، راحت بانک میسه باقلبا بر میداره، ارزش گذاری درست میذاره روش، سریع میذاره تو بانک، سریع باش بازی میکنن. تمام بانک های خصوصی 90% اونجا ملک داره تو منطقه یک. اصلا میگن وزن تعادل با اونجا میگن. میدونی چرا؟ چون میگه مثلا بانک آینده میگه من الان اونجا مثلا یه دونه خود مرد شایان فروختیم سر کامرانیه به موبینت، موبینت رو بانک دی، بانک دی خیلی 400 تا میگه 1000 میلیارد. آقا 1000 میلیارد نمیخرم، اینو قیمتش اینه. چرا؟ چون بانک مرکزی بهش فشار میاره میگه کم آوردی، این سیاهه میده میگه من دارایی دارم. میگه من دارایی تو میگه خب بفروش، میگه گذاشتم کسی نمیخره. قیمت قیمتی که کلا 600 تا بیشتر نمیارزه، گشته 1000 میلیارد فروش هر روزم آگهی میکنه. میگه آقا رو آگهی کرد. اینجوری میگه کسی موازنه خودشو حل کنه. اصلا قصد فروش نداره، فقط میخواد بیلا بده بانک مرکزی که من کم نیاوردم، من دارم، داراییم معلومه. پس ما این نکته باید حواسمون جمع باشه. حالا ما بیشتر در رابطه با اینم صحبت میکنیم بعدا. بعد مورد بعدی عرضم به حضورتون که جان آره تجاری داره برشون بانک مرکزی برداره، بیمه برداره، اینا باید بیمه بشه، اینا تمام اعتبارشون بیمه میشه، اینسورنس اینا رو بیمه میشه، اینا رو بیمه میکنه، بیمه، بیمه، بیمه تعهدات پرداخت، مثلا بیمه لویز میاد بیمه مرکزی ایران رو، بیمه مرکزی بیمه های دیگر رو، بهش میگن بیمه اتکایی، بیمه میکنه، بانک مرکزی رو بیمه میکنه، بانک مرکزی اونا رو میاد بیمه میکنه، بگه اگه پولتون نتونستین بانک رو یاده بگیرم، بگیرم من بگیرم، من ضمانتش میکنم، گارانتی میکنم. و تمام این اسنادی که بانک دارم یا بیمه دارم باید بره زیر نظر بانک مرکزی اونجا تودی بشه، اونجا قرار بدن که اینا به عنوان ضمانت‌های پرداخت اوناست. ازشون میخواد شورای عالی پول اینا رو همه جا دنیا هم میگه. چرا تجاری بیمه میشه؟ چی؟ چرا تجاری بیمه میشن؟ به عنوان وثیقه برداشته میشن. برای اینه که سلال رسول سلال بی نیستن دیگه. چون یه مغازه سرد سرواتی کسب میشی بهش تعلق میگیره و لحاظ مالی اگر کسی مدعی یا معارض داشته باشه میتونه به عنوان حق کسب میشه بره شکایت کنه، بعد مال از طرف هست یا رو بیفته دادگاه. بانک ها معمولا قبول نمی کنن. یه سری بانک ها قبول میکنن، بانک ها خصوصا 20-30% وام میدن. یه سری بانک ها اونم در اصل به اتکای گردش مالی طرف پیش میدن، ولی روتین نیست، ولی ملک مسکون با اقل حواس روتین بهت برمیدن. علتش اینه سهل و رسول سهل و بیم باید باشه ملکی که
سریع بخوایم بهش وام بگیریم، مثلا بیمه بکنیم، چون به شرکت بیمه یکی از بیمه‌ای که دارم بیمه اقساطی لیزینگه. بیمه اقساطی لیزینگ اینجوریه که مثلا شما یه شرکت خودرو داری، میری مثلا با بیمه نوین ولی مربوط به بانک حساب من قرارداد می‌بندی، بیمه اقساطی لیزینگ می‌بندی. بعد چه اتفاقی میفته برای شما به مردم هم داری ماشینا رو می‌فروشی قسطی، درسته؟ بعد اقساط ماشین و این سیستم لیزینگ رو بر عهده بیمه قرار میدی. بعد اگر طرف اقساطشو نده سند واگذار میکنی به بیمه، بیمه باید بره از طرف وصول کنه، شما دیگه کاری نداری. یه فرانشیز حدود 10% الی 20% از شما کم کم پولتو نقد میشونه میدن دیگه، شما دغدغه ای که وصول پولتو نداره بهش بیمه لیزینگ. بعد دیگه بیمه های دیگه داریم مثل بیمه های جیرو که مثلا شما یه چک میخوای تو بازار خرج کنی، بیمه ایران میاد پشت چک تو رو جیرو میکنه، مثلا میگه 10 میلیارد تومان، میگه آقا 10 میلیارد تومان چکیشون بکشه من مهر کردم ضمانتش میکنم، اگر نداد بیاین عمن 8 میلیارد بگیرید، 20% فرانشیز که میتونه 8 میلیارد طرف بده، ولی پشتوانه اون از شما ملک مسکونی سلبوسود و سلب بیبر که اگر شما ندادی بده ملک رو برداره. گرفتین چی شد؟ از بیمه و بانک اینجوری با هم در ارتباط نمون و ارتباط بیمه و بانک. عرضم به حضورتون که میگم چون این عملکردهای بانکی و این عملکردهای سفت بازاری شما وارد نیستین، بعض وقت متوجه نمیشین چرا این طوریه، چرا ارتباط بیمه با بانک چیه، اینا ارتباطاتی که با هم دارن. عرضم به حضورتون که مورد بعدی نسبت به ملک مالکین پیش داوری نکنید. سر قبل گفتم که ملک برای مشتری مثل ناموسشه، نمیشه در به صورت بگیم. من بهتون گفتم مثلا عین مالک و عین ملک رو میبینی اصلا در مورد چیزی نگیم و این بر میخوره، من نمیدونم فکر کنم گفتم دیگه، پس دیگه دوباره این لازم نیست بگیم. مورد بعدی برای کسایی که میخوان شروع بکنن آپارتمان ریز زیر 100 متر براشون خوبه. اول اجاره بعد فروش، اول 3 تا 4 تا اجاره بریسن بعد برن تو فروش، یعنی این خیلی مهمه چون رو اونا سریع میتونن جواب بگیرن و تو کار ما روحیه حرف اول آخر میزنن. یعنی شما وقتی می‌نویسی برای هزار تا تجربه تو تو تا قرارداد تو نشست تو برخورد با متعاملی، پس باید سریعتر بنویسی، نه به خاطر پولش، به خاطر خود انجام معامله. چون ما کار ما مثل بازی فوتباله. چجوری کار ما مثل بازی فوتباله؟ ما تو باز زمین فوتبال ما